تا به حال اسم چک صیادی به گوشتون خورده؟ میدونید چیه و به چه دردی میخوره؟ البته خیلی همون دیگه تا الان درباره قانون جدید بانک مرکزی مربوط به نظام چک یا همون سامانه ی چک صیادی شنیدیم و سوالات زیادی هم برامون ایجاد کرده. اپلیکیشن سکه ی بهپرداخت ملت میخواد این سوالات و دغدغه ها رو تو جایی که میشه کم کنه و راه و براتون هموارتر کنه. اساساً کلیه ی عملیات مربوط به چک مثل صدور چک، دریافت چک، انتقال چک و حتی استعلام چک باید از طریق این سامانه انجام و در اون ثبت بشه. چک های جدید که با رنگ بنفش از ابتدای سال 1400 چاپ و منتشر میشن باید هنگام صدور، دریافت و یا انتقال در سامانه ی جدید صیاد ثبت بشن. در غیر این صورت این چک ها فاقد اعتبارن. بر اساس تمهیدات اندیشیده شده ی شرکت شاپرک، برای دسترسی به امکانات این سامانه کافی گزینه ی سامانه ی چک صیادی رو در برنامه موبایلی سکه انتخاب کنید. نکته مهم اینجاست، برای استفاده از این خدمات اول مطمئن بشید کد ملی صاحب سیم کارت همون کد ملی صاحب حسابه. شما چند عملیات اصلی میتونید با چک انجام بدید که یکی یکی اونها رو با هم مرور میکنیم. یک، ثبت چک. مشخصات چک مثل تاریخ سررسید، مبلغ و اطلاعات هویتی گیرنده رو بعد از اینکه رو برگ چک می‌نویسین، باید تو سامانه صیاد هم ثبت کنید. دو، تایید چک. وقتی یه برگ چک رو دریافت کردید، باید مشخصات روی اون برگ چک رو تو سامانه صیاد نگاه کنید و اگه منطبق بود، تایید کنید. سه، انتقال چک. اگه بخواید یه چکی رو به فرد دیگه منتقل بکنید، با سامانه صیاد به راحتی به هدفتون می‌رسید. یادتون باشه در هر عملیاتی این سه گام مشترکن و باید تکرار بکنید. اول شناسه صیادی 16 رقمی برگه چک رو وارد سامانه میکنید. این کار از طریق اسکن کد QR هم ممکنه. دوم هویتتون احراز میشه. سوم مشخصات برگه چک رو در سامانه وارد یا تایید میکنید. در کنارتون هستیم. بهپرداخت هستیم.